اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی. هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. راستی اگه آزادی یه روز بخواد سرودی بخونه یا حرفی بزنه، به نظر شما از چی میگه؟ از سالهای دور و درازی که در اسارت بوده؟ از دردهاش؟ از تاریکی که اون رو اسیر کرده؟ از چشمهایی که منتظرش بودن یا از چشم براهی های خودش؟ از فریادهایی که به خاطرش کشیده شد یا فریادهای خودش در قفس؟ اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را، که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. برای هر چیزی آستانه هست، آستانه درد، آستانه عشق، آستانه تحمل. یعنی برای هر چیزی سقفی وجود داره، شاخصی هست، حد و مرزی هست و نهایتی. میگن همیشه این آستانه ها میزان ثابتیه. میگن انسان های کمی هستند که میتونن نهایت ها رو بی نهایت کنن. من اما کسانی رو میشناسم که آستانه تحمل و ارادشون رو و اندازه آستانه عشقشون به آزادی اونقدر بالا و بالا میبرند که کلمه آستانه از معنی میفته و مرزی و شاخصی دیگه وجود نداره. اونقدر که همه حصارها رو میشکنند، همه بندها رو پاره میکنند، اونقدر که خودشون به درجات والای انسان متعالی میرسند. به قول شاعر، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. پرویز با انقلاب ضد سلطنتی با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد و به عنوان هوادار کار میکرد. بعد از 30 خرداد سال 60 که خمینی تمام روزنه های آزادی رو بست و تصمیم گرفت چهره مستبد خودش رو بیپرده نشون بده و به تظاهرات مسالمت آمیز مردم دستور تیراندازی داد، و بعد از روزی که به قول خود پرویز مرز بین حق و باطل و خلق و ضد خلق دیگه روشن شده بود، به صورت شبانه روزی فعالیت‌هاش رو ادامه میداد تا اینکه در تهران دستگیر شد. شهامت و مقاومتش اونقدر زیاد بود که رئیس دادگاه موسوم به انقلاب حکم اعدام زیر شکنجه براش صادر کرد. یه بار تو سال 60، چند روز بعد از 30 خرداد، توی قرار که با هم داشتیم و بحث 30 خرداد رو من کردم، پرویز خط خیلی باریکی روی زمین کشید و گفت: غلام، بعضی اوقات مرز بین حق و باطل و خلق و ضد خلق از این هم باریکتره. باید مواظب بود که هیچ وقت از این خط عبور نکنی. پل صراط به راستی بعضی وقتا اینه. حکم آخوند مرتجعی که به عنوان قاضی کار میکرد اعدام بود. البته قبل از اعدام اون رو تا سرحد مرگ شکنجه میکردن. پس از شکنجه فراوان بود که پاسداران جلاد هم با پنجه های وحشی و انواع و اقسام شکنجه ها تلاش میکردن تا اون رو در هم بشکنن. اما مقاومت پرویز زیر شکنجه اونها رو به زانو در آورده بود. اگر باید در برابر گلوله های مذاب بیستم، اگر باید نفسهای آخر خود را بکشم و آنگاه در خون غلطم، دشمن انسان،
سازش نمی کنم و تا پایان می جنگم، اما از تکرار نام مقدس آزادی باز نمی ایستم. وقتی به بند آوردنش از شدت شکنجه از اون جثه و هیکل قوی چیزی نمونده بود، ولی با اراده‌ای که داشت شروع به ورزش کرد و تنها کسی بود که دیدم دنبال نقشه زندان و به هر دری میزنه که بتونه فرار کنه. پرویز با اون روحیه جنگندش شاخص مقاومت بود. روحیه عجیبی داشت، یه مهاجم فوق‌العاده. تو کمترین وقت لبخونی رو یاد گرفت و زمانی که به هواخوری میرفت از تکون خوردن لب بچه‌ها اخبار و اطلاعات رو میگرفت و به بقیه بچه‌ها هم میداد. شکنجهگرها اونقدر شکنجش کرده بودن که دیگه اواخر پاییز سال 60 که بچه‌ها اون رو دیده بودن نیمی از بدنش فلج شده بود و نمیتونست راه بره. و بالاخره پاییز سال 61 در زیر شکنجه‌های وحشیانه پاسداران به شهادت رسید. فریادی درافکن و جانت را به تمامی پشتوانه آن کن. فریاد آزادی. به نظر شما اگه یه روزی آزادی سرودی بخونه، اگه یه روزی آزادی بخواد حرف بزنه، نام و خاطره پرویز و پرویزها که فریاد آزادی سر دادن و جونشون رو پشتوانه این فریاد کردن تو تک تک واژه‌هاشون نیست؟